This is IRTV, the Iranian television program. با درود فراوان به همیهنان گرامی، به اسفند ماه رسیدیم. آخرین ماه سال 1391 را سپری میکنیم. در این روزها شاهد این هستیم که هراس رژیم تهران از جنبش مردمی بیش از سالهای گذشته است. به همین دلیل شما شاهد بگیر و ببندهای گسترده در سطح کشور هستید. از چند هفته قبل موج دستگیری روزنامه نگاران هموطن ما فعالیت اصلی حکام تهران شده و به تازگی علاوه بر روزنامه نگاران به خانواده آنها نیز تعرض می شود. هنوز چند ماه به انتخابات مانده، رژیم در اندیشه شکستن قلمها و به زانو درآوردن مخالفین است. باید دید که در ماه‌های آینده چگونه به سرکوب خود ادامه می دهد. رژیمی که از اول کار خود را با اعدام و ریختن خون دیگر اندیشان آغاز کرده است، نمیتواند بدون خشونت به بقای خود بیاندیشد. به همین دلیل میبینید که در عرض یک هفته فقط 17 تن را به دار میآویزند تا به حساب خودشان ملت را بترسانند. متاسفانه هرگز از تاریخ هم درس نمیگیرند، چون چشم بصیرت ندارند. همه این وقایع در دورانی اتفاق می افتد که جهان شاهد این خلق و خوی عقب مانده قشری است که در 1400 سال قبل در جا می زنن. خیلی سال هاست که ما شاهد چنین برزخی نبودیم. به هر حال با امید آزادی ملت ایران از بند استبداد دینی حاکم برنامه امروز را آغاز می کنیم. تلویزیون ایرانیان گزارش می دهد هفته گذشته حداقل 17 نفر دیگر در 3 شهر ایران اعدام شدند. ایران در آستانه گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تعداد زیادی سانتریفیوژ جدید در نطنز نصب کرد. به دنبال انتقاد علی خامنه‌ای، علی لاریجانی از او پوزش خواست ولی محمود احمدی نژاد از عذرخواهی سر باز زد. تهران مصاحبه تلویزیون چین با رضا پهلوی را مداخله در امور داخلی ایران خواند و به پکن اعتراض کرد. وزیر اطلاعات مدعی گردید که دستگیری روزنامه‌نگاران حاصل همکاری همکارانشان در مطبوعات بوده است. ایران در مسابقات جهانی کشتی به مقام قهرمانی رسید و احمدی نژاد با کشتیگیران آمریکایی عکس گرفت. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر علیرضا نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. کاری که کردن، آمدن سیستم‌های استبدادی جدید قبایل رو سرکوب کردن، رجال مملکت رو که مدیران ایران بودن، مدیران ساده از بین بردن یا کشتن یا اموالشون رو گرفتن، بیچاره‌شون کردن، به طور کل صاف کردن. در داخل هم اون نهادهایی که قرار برای ما رجال سیاسی تولید بکنن، اونا هم تعطیل کرده بودن. بنابراین هیچ زمینه نبود. از نبودن زمینه رجال سیاسی و کسی که دارای وزنی باشه که مردم پشتش بیان، این وضعیت پیش اومد که ملازم کنه. شما نتیجه میگیرید که رژیم کنونی، رژیم جمهوری اسلامی، فرزند خلف محمد رضا شاه پهلوی. بله، یعنی ما وقتی بخوایم بگیم محمد رضا شاه به عنوان مثال یکی از کارهایی که کرده 80 یا 79 F-14 خریده، در رزومه ایشون بایستی بنویسه ایشون کسی است که آقای خمینی و رژیم جمهوری اسلامی رو ایشون آورد و در واقع از تبعات اعمال محمد رضا شاه و سیستمش جمهوری اسلامی میوه درخت محمد رضا شاه است. حالا آقای مشیر برسیم به این 34 سال گذشته که بله. سالگرد بله. انقلاب است. بله. به تماشای اخبار تلویزیون ایرانیان IRTV نشستید. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون ایرانیان، توجه شما را به مجموعه مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر ایران جلب می‌کنم. هفته گذشته 17 نفر در ایران به چوبه دار آویخته شدند. اعدام این افراد در شهرهای شیراز، عراق و تهران صورت گرفت و اتهامات آنان قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت جنسی عنوان شده است. شیراز باز 12 اعدام که در زندان عادل‌آباد انجام گرفت در رأس این شهرها قرار داشت. یکی از افراد اعدام شده زن بود. عفو بین الملل در گزارشی ضمن ابراز نگرانی از اعدام‌های زیادی که در ایران انجام می‌شود می‌گوید که مشکل بغرنج مواد مخدر در ایران را نمی‌توان با افزایش اعدام‌ها حل نمود. ایران در آستانه برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 دست به کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای در تأسیسات نطنز شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود که در اواخر هفته گذشته انتشار داد گفت علارغم گفت و شنیدهایی که با ایران داشته هنوز هیچ پیشرفتی در زمینه روشن شدن ابهامات موجود در برنامه هسته‌ای حکومت تهران به دست نیامده است. در گزارش آژانس آمده است که ایران شروع به نصب 180 سنتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات نطنز کرده و این امر هیچ کمکی به حل بحران هسته‌ای نمی کند. در واکنش به گزارش جدید آژانس، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشت که این اقدام ایران تخطی دیگری نسبت به تعهدات بین المللی آن است. سخنگوی کاخ سفید نیز گفت اگر ایران نگرانی‌های جهانی را نسبت به مقاصد هسته‌ای خود برطرف ننماید زیر فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت و منزوی‌تر خواهد شد. او افزود ما ایران را تشویق می‌کنیم که در گفتگوهای پیش روی آماده باشد که در مورد رعایت تعهدات بین‌المللی خود به طور جدی سخن بگوید. اختلاف میان ارکان حکومت اسلامی به تدریج به یک نزاع سیاسی بدل شده است. جدیدترین مورد از این اختلافات افشاگری‌های احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس و پاسخی بود که لاریجانی به او داد. این کار باعث گردید که علی خامنه‌ای از هر دو طرف انتقاد کند و به دنبال آن علی لاریجانی و صادق لاریجانی به عنوان رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه کتباً از رهبر حکومت پوزش خواستند، ولی رئیس جمهور از عذرخواهی خودداری کرد. او گفت که کوچکترین قدمی خلاف مصالح ایران بر نخواهد داشت. در این راستا معاون سیاسی سپاه پاسداران جمعه پریروز بدون ذکر نام احمدی نژاد از او به خاطر پوزش نخواستنش انتقاد کرد و گفت که او در فضای خودشیفتگی به سر می برد. هفته گذشته مصاحبه تلویزیون دولتی چین با شاهزاده رضا پهلوی خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این راستا سفارت حکومت ایران در پکن نامه‌ای به وزارت خارجه چین نوشت و به انجام چنین مصاحبه‌ای اعتراض کرد و آن را غیر قابل درک و غیر مسئولانه خواند. در این مصاحبه فرزند پادشاه پیشین ایران از جمهوری اسلامی و همچنین برخی سیاست‌های قدرت‌های غربی در قبال ایران انتقاد نمود. در نامه سفارت جمهوری اسلامی به وزارت خارجه چین این مصاحبه دخالت آشکار در امور داخلی ایران تعبیر گردیده و آمده است که این کار با اصول سیاست خارجی مسالمت آمیز جمهوری خلق چین مغایرت داشت. یکی از نمایندگان مجلس گفت مصوبه مربوط به اعمال محدودیت برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر 40 سال منتفی گردیده است. چند ماه پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ماده‌ای از لایحه گذرنامه را تصویب کرده بود که به موجب آن زنان مجرد زیر 40 سال فقط با موافقت ولی قهری یا حاکم شرع می توانند گذرنامه بگیرند. این مصوبه بیدرنگ اعتراضاتی را در میان جامعه ایران و رسانه‌های داخلی برانگیخت و آن را تبعیض آمیز خوانده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز در ارتباط با روزنامه نگاران دربند بیانیه‌ای منتشر کرد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران در بیانیه خود می نویسد در حالی که پیشاپیش 58 روزنامه نگار و وبنگار ایرانی به بند کشیده شده بودند، طی 4 هفته گذشته دست کم 15 تن دیگر بازداشت گردیدند. سازمان یاد شده در بیانیه خود می گوید که مقامات جمهوری اسلامی از این عده خواستند که متحد شوند در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هیچ فعالیتی نکنند. در این میان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران مدعی شد که دستگیری این روزنامه‌نگاران حاصل همکاری برخی از همکارانشان در مطبوعات بوده است. ایران و آمریکا که حکومت‌هایشان دشمنان یکدیگر به شمار می‌روند، در قلمرو ورزش اتفاق نظر دارند که نباید ورزش کشتی از بازی‌های المپیک حذف شود.
هفته گذشته مربی کشتی ایالات متحده به هنگام ورود به تهران در رأس تیم کشتی این کشور در یک نشست خبری از این ورزش قدیمی به عنوان سفیر مهمی در نزدیک کردن دو ملت ایران و آمریکا یاد کرد و از همکاری دو کشور برای تغییر دادن تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک IOC سخن گفت. این کمیته به تازگی تصمیم گرفته که از سال 2020 رشته کشتی از بازی‌های المپیک حذف گردد. تیم ملی کشتی آمریکا برای شرکت در یک تورنمنت بین‌المللی به ایران رفته است. و اما تیم ملی کشتی آزاد ایران عنوان قهرمانی مسابقات بین‌المللی این رشته را به دست آورد. این مسابقات طی چند روز گذشته در ورزشگاه آزادی در تهران در برابر 15,000 تماشاچی برگزار شد. در رشته کشتی آزاد ایران توانست تیم آمریکا را با نتیجه 6-1 شکست دهد و به فینال برسد و گفتنی است که در این مرحله نیز با همان نتیجه پیروز گردید. به این ترتیب ایران، روسیه، آمریکا و بلاروس به ترتیب اول تا چهارم شدند. گفتنی است که بعد از مسجل شدن قهرمانی ایران، محمود احمدی نژاد از راهروی جایگاه وارد سالن گردید و با قهرمانان ملی گفتگو کرد. او در این جمع مخالفت شدید خود را با حذف کشتی از بازی‌های المپیک اعلام داشت. در ارتباط با فشارهای فزاینده مالی بر حکومت اسلامی به این گزارش توجه فرمایید. با نمایان تر شدن تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، کسی دیگر آن را ورق پاره نمی خواند و تأثیر آن را انکار نمی کند. در حالی که حلقه تحریم ها بر ایران تنگ تر می شود و به موجب تحریم های جدید دسترسی ایران به درآمدهای نفتی خود محدودتر، به نحوی که تنها می تواند در ازای فروش نفت کالا خریداری کند، اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با اشاره به برنامه نفت در مقابل کالا گفته باید مسئولان به شدت مراقب فرصت‌های شغلی داخلی باشند. وی در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی برنامه نفت در مقابل کالا را مساوی با هزینه کردن 100% صادرات نفتی برای واردات ارزیابی کرده و با بیان اینکه منابع درآمدی صرف فعالیت‌های زیرساختی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود، گفته است با این اقدام فرصت‌های شغلی داخل از دست می‌رود. جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر فراتر رفت. بنابر گزارش مرکز آمار ایران که دو روز پیش منتشر گردید، جمعیت کشور اکنون به 77 میلیون و 177 هزار نفر رسیده است که 2 میلیون نفر بیشتر از یک سال پیش است. مرکز آمار میگوید بر اساس سرشماری سال 1390 نرخ رشد جمعیت از 1.62% در سال 85 به 1.29% کاهش یافته است. تأکید بر کم شدن نرخ رشد جمعیت در حالی صورت میگیرد که مجلس چند روز پیش کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده را تصویب کرد تا محدودیت های موجود در مورد تعداد فرزندان والدین شاغل برطرف گردد. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، در هفته گذشته دیدارهایی که در پس پرده با آقای خامنه‌ای شده بود بار دیگر نام شیخ علی اکبر هاشمی بهرمانی ملقب به رفسنجانی را بر سر زبانها انداخت. بعضی از کمبلین قوم، پیرمردهای انقلاب، گمان می‌کنند رفسنجانی می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند. عسکر اولادی اولینشان بود و بعد خب دیگران هم آمدند. آقای اسحاق جهانگیری در پس پرده، البته آقای حسن روحانی. بعضی‌ها هم می‌گویند نظیر
کاری که آقاخان کرده بود، قرار است آقای رفسنجانی از پس پرده به صورت حسن روحانی ظاهر شود. روحانی نیز خواب ریاست را می‌بیند. رژیم در واقع در بنبستی گرفتار آمده است که خودش نیز نمی‌داند چه کند. از یک سو مذاکراتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بنبست رسیده است، از سوی دیگر محکومیت حزب الله در بلغارستان یعنی محکومیت رژیم به همین دلیل نیز سفیرش را محترمانه بیرون می‌کند. در کنار این در نیجریه جاسوسان جمهوری اسلامی را می‌گیرند و در بحرین توطئه‌ای را خنثا می‌کنند که تصمیم گیرنده اول آن یک سردار سپاه پاسداران بوده است و البته یک عده بحرینی و عراقی که قرار بود بیایند و بمب‌گذاری کنند. در هر گوشه فتنه ایست، انگشت ولایت فقیه در آن دیده می شود و در این میان شهروندان ایرانی هستند که هر روز از خواب برمی‌خیزند با مشکلات اقتصادی اساسی تری روبرو هستند. ریال که حالا قیمت کاه شده است، ولی واقعا می توان با ریال کاه هم خرید؟ نه. برای رژیم جمهوری اسلامی البته همه اینها قابل تحمل است، تا زمانی که یک نیروی واقعی مخالف در برابرش نباشد و تا زمانی که مخالفان به جان یکدیگر میافتند، این یک آن یک را متهم میکند و آن دیگری میگوید این پول گرفته است و سومی از در میآید و میگوید سهم من کو، البته اوضاع به همین گونه خواهد بود. در این میان مجاهدین هم ذوق زده خانم رجوی را به امریکا میبرند و امیدشان این است که برای رئیس جمهوریشان از اوباما رسمیت بگیرند. قرار است آقای رجوی هم به زودی از پس پرده در عمان پایتخت اردن ظاهر شود. روزگار غریبی است، روزگار تلخی ها، روزگار مافیایی که به جان هم افتادند، روزگار اپوزیسیونی که قصد همدلی ندارد، تلاش هایی که هر کدام به نوعی به بنبست می‌خورد و مردمانی که آشفته‌اند. به سوریه نگاه می‌کنند. آیا اگر قرار است که جمهوری ولایت فقیه برود، ایران ویران خواهد شد؟ همه اینها ترمز می‌شود، ترمزهای اساسی، در حالی که انتخابات پیش رو فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه مردم ما بتوانند آنچه را 4 سال پیش انجام ندادند این بار به نتیجه برسانند. فصل مهمی از تاریخ ما آغاز می شود. مردمانی که در زیر فشار اقتصادی اراده خود را از دست می دهند همچنان امیدوارند که دستی از غیب برون آید و کاری بکنند. دست غیب من و شما هستیم، دست غیب ما هستیم، اگر می توانستیم ما شویم. تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می سپارم. در آینه یلو پیج ملی به خود و پیشه خود مفهوم ملی بدهید. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. 50 50 100، ایریا کد 818. به اخبار محلی توجه فرمایید. مرکز مطالعات خاور نزدیک UCLA بعد از ظهر امروز یک شنبه جلسه نمایش فیلم و پرسش و پاسخ خواهد داشت. در این برنامه
فیلم مستند اردشیر محسس هنرمند سرکش به نمایش در خواهد آمد که آثار و زندگی اردشیر محسس مهمترین کاریکاتوریست سیاسی و نقاش طنز پرداز ایران را به تصویر کشیده است. در این جلسه بهمن مقصودلو کارگردان و تهیه کننده این فیلم، مجید روشنگر نویسنده و سردبیر بررسی کتاب و دکتر عباس توفیق نویسنده و جامعه شناس در جلسه پرسش و پاسخ شرکت خواهند داشت. زمان آغاز برنامه 5 بعد از ظهر و مکان آن سالن شماره 47 ساختمان دادهال می باشد. جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت ucla.edu یا iranianlocal.com و یا مرکز اطلاعات 50-50-100 مراجعه فرمایید. سه‌شنبه پس فردا 26 فوریه یک سمینار آموزشی رایگان در اورنج کانتی برگزار خواهد شد. این همایش را ظاهر فلاحی، وکیل دعاوی و حسابدار قسم خورده زیر عنوان استیت پلانینگ تحت قوانین جدید سال 2013 ترتیب می‌دهد و زمان آن از 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر است. نشانی محل برگزاری سمینار نیبرهود کامیونیتی سنتر در نشانی 1845 خیابان پارک در کاستا مهسا است. علاقمندان می توانند برای ذخیره جا با تلفن کد 714-546-4272 تماس بگیرند. کلوب روتاری رنچو پارک چهارشنبه آینده 27 فوریه برنامه هفتگی نهار و سخنرانی خواهد داشت. در این برنامه دکتر سالار نیکو پیرامون مواد سمی در اطراف خانه و کار صحبت خواهد کرد. این برنامه به روال همیشه در ساعت 12 نیمروز در اولمپیک کالکشن ترتیب می‌یابد. چهارشنبه آینده 27 فوریه انجمن مدافع دموکراسی در ایران برنامه ماهانه خود را به بحث آزاد و گفتگو پیرامون بحران سوریه و نقش ایران در آن اختصاص داده است. زمان آغاز برنامه 6:30 بعد از ظهر و مکان آن سالن کنفرانس رستوران دنیز در کالور سیتی تقاطع جفرسن و اورلند است. انجمن نفت در نخستین شنبه هر ماه میلادی برنامه گرد همایی دارد. برنامه بعدی شنبه دوم مارچ در کلوب تهران ترتیب خواهد یافت و در آن ظاهر فلاحی دکترای حقوق و حسابدار قسم خورده زیر عنوان قوانین جدید مالیاتی و نقل و انتقال ارز به آمریکا و ایران سخنرانی خواهد کرد. زمان آغاز برنامه 11:30 بامداد و نشانی محل آن شماره 16101 در خیابان ونچورا در انسینو می باشد. بنیاد ایمان اعلام کرد که به مناسبت شب چهارشنبه سوری برنامه‌ای برگزار خواهد کرد که با مراسم پریدن از روی آتش و برنامه‌های موسیقی زنده همراه خواهد بود. برنامه شب چهارشنبه سوری ایمان از ساعت 6 بعد از ظهر سه‌شنبه 12 مارچ آغاز می‌گردد. جام و جان مجله بهداشت تن و روان به سردبیری رضا و گلنوش گوهرزاد این هفته شماره 35 ویژه اسفند ماه خود را منتشر ساخت. در این شماره از جام و جان که در 85 صفحه به زبانهای فارسی و انگلیسی ارائه گردیده، مطالب مفید و آگاه کننده در زمینه تازه های پزشکی، سلامتی قلب، چاقی مفرط، اعتیاد همراه با شعر و مطالب دیگر به چاپ رسیده است. این بود اخبار این هفته تلویزیون ایرانیان. جهت اطلاعات می توانید با مرکز اطلاعات 50500 پیش شماره 818 تماس بگیرید یا به سایت iranianlocal.com مراجعه نمایید. به ادامه برنامه امروز توجه فرمایید.